گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم به تو باد. نازنین، هموطن، یگانه، سلام بر تو. حمید رضا لواسانی هستم. روز سه‌شنبه اپریل 19 به صورت مستقیم به منازل شما میام و راجع به بهانه اینکه آقای بیژن پاکزاد عزیز یه سری اطلاعاتی برای شما بدیم و در شهر خبرها بسیار زیاد هستش، سوالات و جوابهای زیادی هستش از طرف کسانی که اطلاعات یه مقداری ناگفته ها رو و گفته ها رو یه ذره عقب جلو میدن. خواستیم که این مسائل رو برای شما عنوان بکنیم به صورت بسیار بسیار شفاف. امروز بتونیم با اشخاصی که دستن در کار این کار هستن بار دیگر در خدمتون هستم. یادم دفعه گذشته، سه چهار روز گذشته بود که اخبار زیادی در لس آنجلس بود که اومدم جلوی دوربین و تونستیم با ارتباط مستقیمی که با بیمارستان که آقای بیژن پاکزاد، شادروان بیژن پاکزاد در اونجا بودن، اطلاعاتی برای شما آوردیم و بار دیگر به خاطر فیونرال و مموریال سرویس و یا خاکسپاری و مراسم یاد بوده ایشون برنامه ویژه رو برای شما اجرا میکنیم. در یک ساعت آینده با شخصیت‌های مختلف صحبت میکنیم و یادی از آقای بیژن پاکزاد خواهیم کرد و سوال و جواب با شما هموطنان عزیز. از شخصی که همینطور داره زحمت میکشه 24 ساعت با خانواده شادروان بیژن پاکزاد عزیز در تماس هستش تا بتونه بهترین اخبار و آخرین اخبار رو برای شما بیاره، هم به عنوان دوست خانوادگی هم به عنوان دوست خود اینها، البته خانواده مرحوم پاکزاد عزیز این شخص رو انتخاب کردن که سخنگوی روابط با میدیا این کار رو انجام بدن و خواستیم این اطلاعات بسیار بسیار جامع و کامل رو خدمت شما بیاریم. آقای عبدالرضا امیر قاسمی روی خط هستن. آقا سلام بر شما. سلام بر شما. آقای امیر قاسمی عزیز، بار دیگر بعد از ظهر روز سه‌شنبه اپریل 19 به صورت مستقیم روی خط میاریم شما رو که از آخرین اخبار شادروان بیژن پاکزاد راجع به خاکسپاری و مراسم یادبود این عزیز برای ما سخن بگید و آخرین اطلاعات رو به ما بدید لطفا. این متشکرم خدمت رو از کنم جمعون چون که اطلاع دارید و مستقی هستید. خدمت رو از کنم که من خیلی رابطه با مراسم خاکسپاری به خاطر خانواده و به خاطر خانواده تصمیم گرفتن که این مراسم به صورت خصوصی برگزار بشه، به خاطر همینم مراسم روز جمعه خواهد بود. صحبت های زیادی بعضی صحبت از فردا رو میکنن اینا همش اشتباهه. روز جمعه مراسم خاکسپاری خواهد بود که بسیار خصوصی این مراسم برگزار میشه به درخواست فرزندان آقای پاکزاد و یه مسئله ای رو که آقای امیر قاسمی عزیز، اینو خیلی از دوستان تلفن میزنن و میخوان ببینن که چه کسی و چه کسانی دارن این تصمیم ها رو میگیرن و اینو یه سری شایعه هستش که یه عده هستن که دارن اینفلوئنس میکنن. اینو یه مقداری خواهش میکنم اگر اطلاع دارید و میدونید و اجازه از طرف خانواده دارید بگید این تصمیم ها رو کی دارن میگیرن؟ طبعا فرض کنم که به هیچ عنوان اینفلوئنسی وجود نداره. تصمیم اصلی از طرف سه فرزند ایشونه که دانیلا، الکساندرا و نیکلاس هست و تصمیم اصلی رو اون سه نفر میگیرن. خب به صورت پدر رو از دست دادن و بقیه احترام میذارن به تصمیمات اونها و سعی میکنم
تا اونجا که بتونن اونها رو یه مقداری به اون راه راست یا راه نزدیکتر به هدف اونها برسونن. حالا اگر در این راه مطمئنن مخالف جهت بچه ها یا جهت صحبت کردش نخواهد بود، برمیرم اون شکل و فرم انجام داده میشه. بله، یه صحبت دیگه هم که هستش در شهر این هستش که خب آقای نیکلس